تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک تهران، اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران، درگیری جوانان شهر زیبای تهران با گشتی‌های سرکوبگر رژیم، اعتراض ساکنان شهرک غرب تهران، حرکت اعتراضی مردم کن تهران، تجمع اعتراضی کارکنان دادگستری رژیم آخوندی در تهران، اعدام یک زندانی سیاسی در خرم‌آباد، دفن مخفیانه پیکر زندانی اعدام شده رضا اسماعیلی، هشدار عفو بین الملل نسبت به اعدام دو زندانی سیاسی کرد زانیار و لقمان مرادی، اعتراض والدین 400 دانش آموز در سامان شهر کرد، تجمع اعتراضی کارگران کارخانه فولاد زاگرس برای دومین روز متوالی، تجمع اعتراضی نوازندگان نجف آبادی در اصفهان و فرار دو زندانی از زندان شهر کرد. روز دوشنبه 6 آبان تعدادی از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک تهران در مقابل ساختمان خیام این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار برکناری رهایی رئیس مزدور این دانشگاه شدند. صبح روز سه‌شنبه 7 آبان جمع کثیری از دانشگاه در مقابل تالار علامه امینی تجمع گسترده‌ای برگزار کردند. گفته می شود 8 تن از دانشجویان به دلیل اعتراض به حضور آخوند روحانی در دانشگاه تهران از شرکت در کلاس‌های درس منع شدند. گروهی از مردم منطقه کن تهران برای چندمین بار در مقابل شهرداری رژیم تجمع کردند و به ساخت و سازهای غیر مجاز و غصب زمین‌های مردم توسط ایادی رژیم آخوندی اعتراض کردند. شماری از جوانان در خیابان تعاونی شهر زیبای تهران با گشتی نیروی انتظامی درگیر شدند. این درگیری روز سوم آبان ماه جاری و زمانی رخ داد که ماموران سرکوبگر رژیم اقدام به بازرسی خودروها و اذیت و آزار جوانان کردند. جمع زیادی از ساکنان شهرک غرب تهران صبح روز سه‌شنبه 7 آبان در اعتراض به افزایش توزیع مواد مخدر در این منطقه که با همدستی ایادی رژیم آخوندی صورت می‌گیرد در مقابل کلانتری 134 شهرک غرب تجمع کردند. رژیم جنایتکار آخوندی یک زندانی سیاسی دیگر را در شهرستان خرم‌آباد به دار آویخت. خبرگزاری اطلاعات آخوندی موسوم به مهر نوشت یک نفر در شهرستان خرم‌آباد لرستان به جرم عضویت و همکاری با گروهک عبدالمالک ریگی نگهداری جلیقه انفجاری و خروج غیرمجاز به دار آویخته شد. رأی اعدام این محارب که ششم مرداد ماه سال 92 صادر شده بود با حضور قاضی پرونده در محل زندان پارسیلون خرم‌آباد اجرا شد. خبرگزاری اطلاعات اسم این زندانی سیاسی را اعلام نکرده است. عزیزم دانیار و لقمان چند روزیه که به هیچ وجه خبری از آنها نداریم و قبل از انتقال حبیب الله گلپریپور به سلول‌های انفرادی مسئله زانیار و لقمان در سایت ها و رسانه ها شده بود که نظام داره در این رابطه آماده سازی میکنه از طرف اداره اطلاعات صفا و خانواده امام جمعه که همون شاکی خصوصی هستن در برنامه شون بود که به هر صورتی بود مسئله دانیار و لقمان و حکمشو بگیر اجرا در بیارن. اقبال مرادی پدر زنده سیاه کرد زانیار مرادی نسبت به اعدام قریب الوقوع فرزند و برادرزادش لقمان مرادی به سازمانهای بین المللی هشدار داد. اقبال مرادی پدر زندانی سیاسی زانیار طی گفتگویی که در اینترنت منتشر شده است خبر داد رژیم آخوندی قبل از اعدام زندانی سیاسی حبیب الله گلپریپور ملاقات با زانیار و برادرزادهش لقمان را قطع کرده است. خانواده آنها هیچ خبری از این دو ندارند و رژیم در تدارک اعدام این دو زندانی سیاسی می باشد. عفو بین الملل هشدار داد با بالا گرفتن موج اعدام‌ها در ایران جان دو زندانی سیاسی کرد زانیار و لقمان مرادی در خطر اعدام است. عفو بین الملل تأکید کرد تنها طی هفته اخیر 20 نفر در ایران اعدام شدند. حسیبه حاج صحراوی
معاون عفو بین الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا گفت اعدام‌ها در ایران نشان می‌دهد که در پشت حرف‌ها و وعده‌های مقام‌های رژیم ایران کماکان روی کشتار دولتی اتکا می‌کنند. نگرانی از اینکه زانیار و لقمان مرادی دو زندانی کرد در ردیف اعدام جزو نفرات بعدی باشند وجود دارد. اعدام این دو زندانی و همه اعدام‌ها باید فوراً متوقف شود. مجازات اعدام هیچگاه نباید استفاده شود، چرا که این شیوه نهایت بی‌رحمی و ضد بشری است. گزارش‌های دریافتی پدر رضا اسماعیلی زندانی سیاسی مصاحبه‌ای که بر روی اینترنت گذاشته شده گفت هیچ خبری در رابطه با اعدام فرزندمان به ما ندادند و او را مخفیانه در گورستان سلماس دفن کردند. ما به گورستان سلماس رفتیم و با اعتراض او را از قبر درآوردیم و با خودمان آوردیم و در روستای خودمان دفن کردیم. روز یکشنبه پنجم بان مادر فرزاد کمانگر به همراه 20 مادر دیگر در خانه مادر حبیب الله گلپریپور در سنندج حضور یافتند. این مادران ضمن ابراز همدردی با مادر و خواهر زندانی سیاسی اعدام شده حبیب الله گلپریپور با خودشان روسری سفید آورده و با کف زدن و هلهله یاد جان باختگان را گرامی داشتند. بنا به گزارش‌های دریافتی ماموران اطلاعات آخوندی خانواده شهید ستار بهشتی را تهدید کردند که مراسم سالگرد شهادت وی را برگزار نکنند. بنا به این گزارش تاکنون دو بار ماموران اطلاعات آخوندی به خانواده شهید ستار بهشتی هشدار دادند که نبایستی بر سر مزار وی مراسمی برگزار کنند. اما خانواده این شهید گفتند ما روز پنجشنبه 9 آبان ساعت 4 بعد از ظهر در رباط کریم بر سر مزار ستار جمع خواهیم شد. والدین 400 تن از دانش آموزان در شهر سامان در 20 کیلومتری شهر کرد روز دوشنبه 6 آبان در مقابل اداره آموزش و پرورش رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع کنندگان به اخاذی رژیم از خانواده ها و دریافت 300 هزار تومان به عنوان شهریه اجباری اعتراض کردند. کارگران کارخانه فولاد زاگرس در استان کردستان روز دوشنبه برای دومین روز متوالی در مقابل مجلس ارتجاع در تهران تجمع کردند. آنها به منظور اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده از قروه به تهران رفتند. جمعی از کارکنان دادگستری رژیم در تهران در مقابل این ارگان تجمع کردند و به خودداری رژیم آخوندی از تحویل زمینهایشان اعتراض کردند. این ارگان رژیم از چند سال قبل بابت تحویل زمینهایی در لواسان از هر یک از کارکنان مبلغی حدود 10 میلیون تومان گرفته اما زمینها را به آنها تحویل نمی‌دهد. معترضان می‌گویند سپاه پاسداران قصد تصرف این زمینها را دارد. بیش از 100 نفر از نوازندگان نجف آبادی روز دوشنبه 6 آبان در مقابل اداره ارشاد رژیم در اصفهان تجمع کردند و نسبت به لغو مجوز دو آموزشگاه موسیقی اعتراض کردند. مزدوران لباس شخصی با چوب و چماق به تجمع کنندگان حمله کردند و تعداد زیادی را مجروح ساختند. در بین مجروحان 5 دختر جوان نیز دیده می شود. زندانی محکوم به حبس‌های طولانی مدت در شهر کرد روز دوشنبه 6 آبان هنگام بازگشت از دادگاه ارتجاع فرار کردند. این دو زندانی به بیش از 20 سال زندان محکوم شده بودند.